همه چیز عالی و خوشمزه است. دستتون درد نکنه آقای نور خانم. نوشه جونتون. خیلی خوششانسی عمو سامی. به این نمیگن خوششانسی، به این میگن قل خوردن تو عسل. خواهش میکنم، فقط سالاد کلم و تاتلی کار گلتن خانومه. و دلمه. آه و دلمه، دستتون درد نکنه. هویج و سالاد کلم و دلمه و همشون تک تک خیلی خوشمزن. باید این دست رو بوسید. دستتون درد نکنه. بالاخره میبوسی. آی آقا سامی، جدن چه فکر خوبی کردین، کارتون درست بود. به سلامتی. به سلامتی کوزی. به سلامتی. به سلامتی. به سلامتی. این داداش کوزی، به خاطر امروز میزنی؟ ببین جهان، قبل مردنم بذار حداقل یه بار ساز زدن تو ببینم پسر. کوزی، به خاطر من. الان نه، یه وقت دیگه. نکنه بلد نیستی بزنی. نه عزیزم، چون خیلی خوب میزد بهش هدیه داده بودم. پس تو اینو خریدی؟ بله. دلش نیومد جاش رو دیوار خالی بمونه جهان جون. ببر تو اتاق عزیزم، یه وقت دیگه میزنم. باشه جهان؟ باشه. امیدوارم به سرنوشت ساز قبلی دوچار نشه. تقلید همیشه آدمو یاد اصل ماجرا میندازه. ای بابا، این چه حرفی عزیزم، اورجینال دیگه. امان از دست تو جمره. امتحان رانندگیتون چطور بود گلتن خانم؟ فوق‌العاده بود. آه جدن، امروز امتحان رانندگی بود؟ کوزی هم که جا موند. فدای سرت پسرم، امتحان بعدی میری. خب ماه مارس دوباره امتحانه. انقدر زود؟ آره عزیزم. نتایج کی اعلام میشه؟ 12 اعلام میشه، درست قبل از روز عقد شما. آی چه خوب میشد گواهی نامه داشتم، راننده ماشین عروس میشدم، تو مسیر به بچه ها همینطور پول میدادم. من باز میکنم. گونه یه گونه، قرار بود گونه بیاد. سلام. سلام. خوش اومدی پسرم، بیا. سلام، برای شماست. ممنونم. خوشحالم که برگشتی. ممنونم. اونطوری نگاه نکن بابا، خواست دور هم باشیم. بعد دادگاه غیبت زد. یه حسابی بود که باید تصویهش میکردم. دوباره واسه خود دردسر درست کردی؟ نه نه، چه دردسری، موضوع اصلا این چیزا نبود. اگه همچین تصمیمی داشتم قبلش حتما خبردار میشدی. بحث نکنی. نه اصلا من قصد بحث کردن ندارم. ببینم تو با پسرم جهان آشنا شدی؟ سلام، من گونه ایم. سلام. پسر بزرگم. بریم تو، بریم. اینو بذارم میام. شب همگی بخیر. شب شما شب بخیر. جروبه از تموم شد. بیا بشین اینجا جان. بیا عزیزم، بیا. بیا بشین اینجا. بیا 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 بیا. بشین. سرما نخوری یا عافیت باشه دخترم. عزیز دلم. آی آسینم رو خیس کردم. عیبی نداره. دختر جون، یه سه شعر بیار برام. اینو بگیر، زود باش. عزیز دلم، داروها رو گذاشتم اینجا، نیم ساعت دیگه باید بخوره. میدونم، خودم میدونم. برین دیگه، شماها برین غذاتون رو بخورین. عزیزم سرما میخوری، خودتو بپوشون. دختر خوشگل من، چه بوی خوبیم میده. دختر خوشگلم، قربونت برم. میخوام گونه ای بیاد ببینمش بعد بخوابم. عزیزم آخه سختت میشه،
به نظر من که اون زنه از روی لجبازی هم که شده گونه یا دیر وقت میذاره بیاد خونه. به خاطر من، از لج من این کارو میکنه که بعدن برام پیام بفرسته گونه یا کشیدم سمت خودم. آخه میدونی من بعد تو به گونه زنگ زدم، یعنی خواستم بهش هشدار بدم گول اون صورت خندون زنه رو نخوره. چیکار کنه بچه؟ آرامش نداره که. بیچاره بچه‌م این وسط مونده. گفت مامان جان اگه میخوای نرم اونجا بودن برام مهم نیست. وضعی حرفا دیگه. گفتم نه نه پسرم تو برو، بعدن میگن من نذاشتم بری. چرا بهانه بدم دستش ها؟ تا فردا دیگه نه دردی داری نه کبودی. خیلی از این کرم استفاده کردم، واسه همین دیگه خوب میدونم امتحانشو پس دادم. با کوزه در نیفت باریش. این الان یه تهدیده؟ نه، توصیه است. در واقع اونی که کوزه خوب میشناسه توی کوزه. وقتی رفت زندان، وقتی تو انداختیش زندان. آره آره من انداختمش زندان. یه چیزی میخوام بگم، یه چیزی برام پست شد، توش یه چیزایی بود که منو تهدید میکرد. من اول فکر کردم براک فرستاده. مثلا چی توش بود که تهدیدت میکرد؟ ول کن عزیزم اون مهم نیست. اول فکر میکردم براک فرستاده، ولی کار کوزه بود، چون من اون انداختم زندان. از کسی دیگه ای خواست اونا رو برام بفرسته. تو اصلا نتونستی کوزه یا بشناسی. اون کسی رو واسطه نمی کنه. اگه بخواد کسی رو تهدید کنه میره تو چشماش نگاه میکنه و تهدیدش میکنه. حرفش رو از طریق کسی نمیزنه. پس اینطور کوزه فرهاد رو نکشته. اگه اون میکشت انکار نمیکرد، سرش رو بالا میگرفت و میگفت کار منه. بدون معطلی هم میرفت زندان تا حبسش رو بکشه. از چیزی ترسی نداره. کار کوزه نیست. آه. ولی اگه دست کسی آتو داری بذار اینو بهت بگم. ماه پشت ابر نمیمونه. هیچ کس آتو تو پنهان نمی کنه. ببین دست کی آتو داری که منتظر فرصت بوده که یه روزی یه جوری ازش استفاده کنه. خیلی تو فکری. نه به خاطر این حرفا نیست، فقط یکم خستم. بیا تو بغلم. جمره جانی که از اون هویج میگیریم؟ زیاد نه، فقط یه قاشق. متشکرم. ممنونم. نوشه جونت. چیه به ساعتت نگاه میکنی؟ میخوای بری؟ نه چیزه، میخوام قبل از اینکه بانو بخوابه پیشش بشم. حداقل یکم غذا بخورید. خب جمره تو میخوای چی کار کنی؟ منظورم در مورد کاره. نمیخوای خونه بیکار بشینی که؟ نه جونم معلومه بیکار نمیمونم. حالا ببینیم، یه فکرایی دارم. کس دیگه هم قرار بود بیاد؟ نه وایسا وایسا من باز میکنم. تو بشین من باز میکنم. چطور برگردی سر شغل قبلیت؟ زینب جان داری شوخی میکنی؟ برای چی باید برگردم به اون شرکت؟ نه عزیزم اولین کار تو میگم. انگار توی یه کافه کار میکردی، گارسون بودی اونجا نه؟ آره اونجا هم خیلی تو کارش وارد بود. مهم اینه که آدم با عرق پیشونیش پول در بیاره، وگرنه کار که بزرگ و کوچیک نداره. مهم اینه که آدم به حق صاحب کاری شده باشه زینب خانم. حق با توه. آفرین جمره. خوش اومدین آقا براک. بفرمایید. بفرمایید. امیدوارم مزاحم نباشم. این چه حرفی آقا براک؟ بفرمایید. آه براک اومده. تو هم دوست پسرتو دعوت کردی زینب جون؟ چشمت روشن. شب همگی بخیر. شب بخیر. کوزه خوشحالم که برگشتی. ممنونم. بفرمایید بشینید. من اینا رو برمیدارم. بدین به من. چه خوب که زینب رو سر میز میبینم. آخه اومدن کوزه رو من بهش گفتم.
من برم بشقاب بیارم. نه من میارم. موهات مثل ابریشم نرم و قشنگ عزیزم. قرصاتون بانو خانم. بذارش اونجا من بهش میدم. بیا عزیزم، امشب این آخرین قرصته. بخور عزیز دلم. اوه، ایشالله خوب میشی. همیشه دلم میخواست یه دختر مثل تو داشتم. دوستم باشه، بهش برسم، لباسای خوشگل تنش کنم. اولین باری که فهمیدم حاملم، گفتم خدایا ایشالله صاحب دختر بشم. چون اگه پسر میشد، میشد پسر سامی. عین سامی میشد. آره سامی اونو شبیه خودش میکرد. اما وقتی گنه به دنیا اومد باید میدیدیش، انقدر خوشگل بود که نمیدونی. نمیدونم چجوری بهت بگم. گفتم نه اینو به سامی نمیدم. گفتم این میشه پسر من. موهای اونم ساعت و همینطوری شونه میکردم بعد از همون. موهاتونو یه دقیقه باز کنید هندان خانوم. چی؟ موهاتونو باز کنی. چی کار میکنی دخترم؟ ول کن بانو. آخه چی کار میخوای بکنی ای خدای بزرگ؟ همیشه موهاتونو جمع میکنی. عادت دیگه، سال هاست عادت کردم. موهاتونو باز کنین، اینطوری خیلی بهتون میاد. جدی میگی؟ بله، تازه اینطوری جوونترم به نظر میاین. راستی اینطوری موی کوتاه هم به صورتتون میاد و خیلی جوونتر میشین. تازه امروزی ترم هست. واقعا راست میگی؟ آره اینطوری به صورتتون میاد. نمیتونم. یعنی اینطوری؟ بانو تو چی کار کردی؟ اینطوری خوشگل تر شد. بدش به من. تو هم میتونی باقلما بزنی؟ چرا؟ بفرمایید عزیزم. جانم باعث زحمت شد، درست مثل مراسم خواستگاری شد. خب هست دیگه، خیلی هم ممنون. نوش جونتون. بقیرم الان دخترها میارن. به زور میتونیم قهوه 3 نفر آماده کنیم. دستگیری قاتل شکمونو برطرف نمیکنه. من مطمئنم اون میخواست منو بکشه. یعنی چی؟ پس چرا با دستای خودت مجازاتش نکردی؟ ها؟ چرا منتظر موندی؟ چون به کسی که خیلی دوستش دارم قول دادم کارهای خطرناک نکنم. لباس عقدتو چیکار کردی آینور جان؟ چی میخوای بپوشی؟ هنوز تصمیم نگرفتم ولی یه لباس ساده میپوشم. والا من که از این چیزا سر در نمیارم. اگه شما کمک کنین ممنون میشم.
آی این چه حرفیه، با کمال میل. موهاتو که خودم درست میکنم، نمیذارم کسی به موهات دست بزنه. فهمیدی گفته باشم؟ چیه؟ ساعتتو نگاه میکردم، خیلی قشنگه. راستی عکسای عروسیتونم با منه ها. چطوری باز میشه؟ میدونی داداش کوزه اسمم رو چی گذاشته؟ چی گذاشته؟ حدس بزن. تو اصلا شبیه داداش کوزه نیستی، چرا همش اخ میکنی تو؟ عزیزم برو دنبال بازیت، من حال و حوصله این کار رو ندارم. تیله تو برو پیش بقیه. مال من کدومه؟ یه دقیقه صبر کن، من یواش یواش دیگه برم. خیلی ممنون که اومدی باراک. خواهش میکنم. سر قضیه اون پیرهن هنوزم ازم دلخوری؟ ببین مگه بد شد آزاد شدی دیگه نه؟ گونه میشه خواهش کنم از زیر دست و پام بری کنار؟ یه قدمی شد واسه رسیدن به کوزه جونت مگه نه؟ خواهش میکنم از اینجا برو. گرچه از ابره خانم آخرین خبرارم شنیدم، کارا یکم به هم ریخته است. انگار این قضیه به همین راحتی حل نمیشه. بد جوری سیریشت شده. ببخشیده. ببین گونه، نمیخوام باهات بد حرف بزنم. لطفاً مجبورم نکن. به خاطر گذشته‌ای که داشتیم، به خاطر دوستی اون روزامون، به خاطر اون همه حماقتی که با هم دیگه کردیم، به خاطر همه اون روزایی که با هم دیگه بودیم، بهت التماس میکنم. دست از سر ما بردار. شما؟ پس ما شدیم. بله ما شدیم. ببین گونه، تو برای خودت یه راهی انتخاب کردی، یه راهی متفاوت از هممون. تو خودتون راه انتخاب کردی، هرچی که میخواستی به دست آوردی. الان دیگه دست از سر کوزه بردار. خواهش میکنم گونه، لطفاً. به خاطر کوزه به من التماس میکنی؟ من به اون گفتنیامو گفتم، همه چیز تمومه. و چون حرف زدم تا آخرش صبورانه منتظر میمونم. ناراحتت کرد؟ نه، حرف میزدی. آی نور جان، میبینمت عزیزم. میبینمت. شبت بخیر. خداحافظ. شبتون بخیر. شب بخیر. خداحافظ. ممنون. مرسی. جمره زود باش دخترم. اومدم مامان جان. بیا برو دیگه، حتما باید موچش کنی. تازه به دمت و کمیسر تیکه میندازه. واسه کمیسر شرف و دمت قیافه میگیره. تو برو تو عزیزم، سردیت میشه. بعدشم با وجود من با جمعه چیه داری قدقد میکنی؟ کوزه گونه. چه کوزه ای؟ چی داری میگی تو واسه خوده؟ فعلا بابا، تو مراسم هم دیگر میبینیم. من ازت یه سوال پرسیدم، خیره؟ چی میگی؟ زندگی رو میگم، ببین چیا واسمون داره؟ بسرم بچه خوابیده، من میزنم لهت میکنم. آبرومو بردیم به خدا، لعنت بر شیطان. آی تو منو ببین، همین روزا میذارم له و لوردت میکنم. ساکت شو پسر، ساکت شو، در ببن بیه تو. میبینمت. شک نکن.
هزار تا بابت خسارت باید بپردازم. چی؟ چی؟ ای وای خدایا، خدایا چی کار کنم؟ 500,000؟ 500,000؟ همون 500 میلیارد خودمون؟ بله مامان جان، همون 500 میلیارد. وای خدای من، وای ای وای، این آدم دیوونه شده. ما این همه پول از کجا بیاریم؟ والا به خدا منم نمیدونم. آی جمره، میدونی باید با این آدم زندگی کنی؟ همچین چیزی امکان نداره مامان، امکان نداره. یعنی شوهرم دادی مامان؟ دلم نمیاد شوهرت بدم، خودت داری میری دختر. پس مبارک باشه گنه. قولایی که بهم دادی و فراموش نکن. چشم، نگران نباشی. هر دومون اولین بارمونه. به پای هم پیشن شلا. تبریک میگم. یه ذره بیا پایین بوست کنم. مبارک باشه. خب انگشترا کجاست؟ امشب رو جبران میکنم، قول میدم. همه ازت خوششون اومد. منم از اونو خوشم اومد. ماما چیه گنه؟ اونطوری نگام نکن. باشه باشه، بانو به هم گفت. کجا داری میری؟ میرم آره اشکا بدم موهامو درست کنم. یه نگاه بندازم. کنجکاو شدم جون من. یه تو رو خدا پسرم، یه دقیقه نگاه کنم. تو رو خدا، تو رو خدا. باشه عزیزم، حالا کدوم آرایشگاه میخوای بری؟ بانو خیلی ناراحت شد، به آرایشگر خودش زنگ زد. میرم اونجا. نکن پسرم. میرم اونجا موهامو درست کنه، برام وقت گرفته. اتفاقا خوبم شد، اینجوری مجبورم برم چون سالهاست میخوام موهامو کوتاه کنم. بابات که هیچ وقت بهم اجازه نمیداد حتی به موهامم کار داشت. خب پس از این بعد هر کاری بخوای میکنی. البته عزیزم. ببینم تا شب چی کار کردی؟ دیر اومدی؟ هیچی، شام خوردم، بعد شامم اومدم. یعنی غذاهای اون زنه رو خوردی؟ نه اتفاقا دیر رسیدم، همچین غذایی هم نخوردم. مطمئنم واسه اینکه خودشونشون بده یا علم غذا درست کرده بود. تقریبا. ببینم نکنه اون سرویس گل سرخ من آورده بود وسط. نه نه مامان جون، اونو نیفرده بود. نگران نباش جون من، واسه یه نگاهی کنم. میتونم بیام تو؟ بیا دخترم بیا. بیا عزیزم. هنوزم از دستم عصبانی هستی؟ این چه حرفی عزیزم، داشتم به گنه میگفتم این کار باعث میشه تا موهامو کوتاه کنم. شما جایی میخواییم بریم؟ بله داریم میریم خیریه.
به منم احتیاجی هست؟ منم بیام؟ نه نه، شما به کارتون برسید. نه، یکی از این پرستارا همراهمون میاد. خوبه. بعد از چند هفته اولین باره که میخوام برم بیرون. خیلی هیجان دارم. عزیزم تو رو خدا مراقب خودت باش. خودتو خسته نکن. نگران نباشین. انرژیم تموم شدنی نیست. خب بریم دیگه. بریم عشقم. بریم به سلامت. این پولو بگیر، اول بده به آرت فروش. پول اونو تسویه کن. خب بعدش؟ بعدش برو اداره دارایی، قرضمون به دارایی رو پرداخت کن. خب حواله می کردیم دیگه. نمیشه، چون دیر کردیم دستی باید پرداخت کنیم. بیا بالا تا ایسکا برسونم. باشه بریم. هی بایستا، هی بایستا، هی اگه دستم بهت برسه. آروم سوپرمن، آروم باش. دنیز، خواستم همون بازی و منم سر تو در بیارم. دختر تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه تو نرفتی؟ نکنه رفتی؟ ببینم کی اومدی. ها؟ کازی، کازی. ای خدا، وایسا وایسا، کاری نکن، مشکلی نیست، نترس، دوستمه، یکی از دوستای قدیمیمه. میخواست باهم شوخی کنه بابا. این چه جور شوخیه؟ خیلی خب نگران نباش دیگه، دارم میگم که مشکلی نیست. ببخشید، من شمارم ترسوندم. تو چرا با ماشین نیومدی؟ والا من همچین شوکه شدم نفهمیدم چیکار کنم. خوب شد قلبم وای نسه. من دوباره ازتون معذرت میخوام. چیز خوب، بذار معرفیتون کنم. دنیز، ایشون خانم چیز، دختر دنیز هستم، فقط دنیز. خوشبختم. منم همینطور. ماما نکن. چیه خوب؟ اینقدر پاتو نکوب زمین، استرس میگیرم. جم رینا هنوز تو اتاقه؟ بله خانم، تو اتاق منتظر آقای باریشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلام. سلام زینب، یه دقیقه. خیلی وقت همدیگر رو ندیدیم، مگه نه؟ همینطوره. خب پس برای همینه که خبرها رو نشنیدی. کدوم خبر؟ براک و من با همیم. نمیدونستم. فکرشو میکردم، چون اگه میدونستی پشت سر هم برای براک مشکل درست نمیکردی. انگار یه چیزی هم هست که تو نمیدونی. اون مشکلات همش کار براکه. من فقط وقتایی که میدیدمش با اون میرفتم. نرو، همینقدر بهت بگم. آقای براک تو اتاقشونه؟ بله خانم. چی شد؟ عمدن این کارو میکنه، نگاه کن، عمدن منتظرمون گذاشته. مطمئن این چیزی نمیخواییم بخوری؟ نه مری جون، ما چیزی نمیخواییم، ولی ببین یک ساعت اینجا منتظریم. به اون باریش بگو بیاد، وگرنه خودم میام تو اتاق جلسه ها. در باز میکنم و میام تو. جمره، خوش اومدین خانم. باریش کجاست؟ آقای باریش الان تو جلسه هستن، ولی مسائل قرارداد رو میتونیم با هم در میون بذاریم. که اینطور؟ بله متوجه شدم. جمره خانم، جمره خانم، جمره. جمره مامان، هیچی نگو. چی کار میکنی آخه؟ درد سر درست نکن دختر. جمره
ای خدا، عزیزم به خدا دارم میترسم. میدونستم دروغ میگی. خجالت نمیکشی؟ این چیه ها؟ این چه آبرو ریزیه بارش؟ چیز خاصی نیست، شرایطی که اول ازدواج تعیین کردیم. بارش ببین، نمیتونی منو با این تهدید کنی. مطمئن باش به همه روزنامه ها زنگ میزنم، همه گندکاریاتون رو رو میکنم. میخوای قراردادی که امضا کردی با دقت بخون، چون اگه همچین کاری بکنی مبلغ خسارت دو برابر میشه. باریش، آخه چرا اصرار میکنی؟ ببین لج نکن، داری عمدن این کارو میکنی. لج میکنم آره، چون غرورم شکسته، خارو خفیف شدم. مگه تو هم به خاطر کوزه با من ازدواج نکردی؟ تو هم منو بازیچه کردی نکردی؟ بعد با هم دستی اون دستیسه چیدی؟ فکر میکنی من همه اینا رو میتونم حذف کنم؟ فکر میکنی نباید بهم حساب پس بدی؟ جبره جبره، تو رو خدا آروم باش، تو رو خدا. تو از چه حسابی حرف میزنی باریش؟ دیگه هیچ حسابی بینمون نمونده. مگه تو نگفته بینمون دیگه توافقی وجود نداره؟ ولی این وسط یه قراردادی هست، چیکار کنم؟ قانون اینطوریه. جرمت خیلی بزرگه، مادی معنوی، هر ضرری که بهم برسونی عوضش باید چند برابرشو بهم بپردازی. جبره جبره، تو رو خدا آروم باش عزیزم. تو فقط زمانی که من بخوام ازم جدا میشی. مطمئن باش میکشونم دادگاه، این قرارداد بیفایده است. خب بکشون دادگاه، اگه بازنده بشی هزینه دادگاه هم تو باید بدی. چاره ای نداری جمره، تو محکومی. اگه هر ضرری به من برسونی یا هر خبرنگاری علیه من چیزی بنویسه، تا آخر عمرت باید به من خسارت پرداخت بکنی. جمره جمره جمره، چی کار داری میکنی عزیزم؟ اون داره میگه هر ضرر مادی و معنوی. مامانت خیلی عاقله. ولش کن، با این آدم ها نباید بحث کرد. اینا بویی از انسانیت نبردن، چشمای اینا فقط پول رو میبینه، پول پول. روزی که با گریه و التماس دخترتون رو من غالب میکردین، این حرفا رو نمیزدین مامان. اون روز که اومدین توی کشتی و التماس کردین تا دخترتون رو من پیشکش کنین که با من ازدواج کنه رو دارم بهتون میگم، یادتون میادش که؟ من چه میدونستم تو همچین چیزی از آب در میای؟ من فکر میکردم تو آدمی. تازه این چه حرفیه؟ چه پیشکش میشکشی؟ چه حرفای زشتیه که میزنی تو؟ چه آدم بیادبی هستی؟ بی تربیت. جمره واسه ببینم، جمره خدا لعنتت کنه، من فکر کردم تو آدمی. توف بروت، قیافتو دیدن کراهت داره، عوضی. به امید دیدار دوباره تو هفته آینده میبینم اتون. بله بانو خانم. موفق باشین. روز بخیر. موفق باشید. دلم واسه جلساتم تنگ شده بود. از قیافت معلومه. نهارو با هم بخوری؟ باشه، کجا بریم؟ سلام. 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 چه خوب که میبینم اتون. در واقع شما منو سورپرایز کردین. چطوری؟ عالیم. شما چطور؟ خسته ولی خوب. من باور نمی کنم شما خسته بشی. شما اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر یه مورد کاری اومدم. کارای شرکت هیچ وقت تمومی نداره. دقیقا. شرکت هم میاین؟ فعلا که نه. ناراحت شدم. من که شکایتی ندارم. امشب همه خونه ما جمع میشن. براک و جانم دعوت کردیم، برگشتم بین بقیه، داریم جشن میگیریم. از دعوتتون ممنونم، ولی امشب جای دیگه دعوت دارم. کاش که از قبل خبر داشتم. این دفعه منو ببخشید، دفعه بعد. باشه، هر طور شما بخواید. اونجا چه خبره؟ انگار جشن گرفتن. جدن فکرشو نمی کردم اونو اینجا ببینم. گفتم میام تو شرکت حرف میزنیم، واسه همین به زنگ نزدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ زمین های خیلی بزرگی هست که بعدن مفصل برای توضیح میدم. تا کسی نفهمیده باید کار اون زمین ها رو تموم کنیم. این که حالش خوبه، ولی خوب نیست. مال منم
قشنگه. مال تو هم قشنگه. سلام. 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 چه جالب که تولد همشون تو یه روزه. راستش چون همشون تو یه روز اومدن خیریه، روز تولدشون همون روزه. شناسنامه هاشون هم تو همین روز صادر شده. خیلی ممنون. تولدتون مبارک. مرسی. مرسی. خیلی ممنون. وای به منم کیک بده. منم کیک میخوام. تولدت مبارک. باید یه راهی پیدا کنیم کار اون زمینا رو تموم کنیم. باشه، در موردش فکر میکنم. بدون اینکه جلب توجه کنیم. میخوام فقط خودت به این کار رسیدگی کنی. باشه، نگران نباش. جمره، تو رو خدا تو صورتم نگاه کن. به خدا خیلی ناراحت میشم. اون موقع تو هم فکرت به هم ریخته بود. یعنی همینطوری که وقتی حرف میزنیم حرف تو حرف شد. به خدا من عمدن پیشنهاد ازدواج ندادم. یعنی والا بلا همچین چیزی نیست. جمره، تو رو خدا به صورتم نگاه کن. جمره، به حرفم گوش بده عزیزم. مامان خیلی خوب، نمیخوام حرف بزنم. کاش پاهم میشکست اونجا نمیرفتم. من از کجا باید میدونستم اینطوری میشه؟ جمره، من به خاطر خوبی تو این کارو. تو رو خدا مامان، از این به بعد هیچ وقت برای من هیچ کار خوبی نکن، میشه؟ من از کجا باید میدونستم یه روزی این حرفا رو به رخم میکشه آخه؟ خیلی خوب مامان، کشش نده. این آبرو ریزی برای جد آبادمون بس بود. یونس، مامانم در مغازه پیاده میشه. چشم خانم. جمره، غر که نیستی؟ نه نیستم مامان، بعدن حرف میزنی. جمره، خواهش میکنم. حالا کجا بریم آبجی؟ نشیده. یه دقیقه بایسا. موفق باشی. خداحافظ. خداحافظ. پسر، اگه تو دفتر خاطرات بنویسم آخرش یه رمان از اینا در میاد. با یونس از کجا میای؟ ها شکری؟ از شرکت میام. درباره یه طلاق چند مورد بود که باید اونا رو حلش میکردی. این دیگه از کجا پیدا شد؟ چیز راستش انگار دو ماه و نیم اینجاست، یعنی انگار تو استانبول بوده. اون وقت با تو چی کار داشت؟ با اون کمیسر بی شرف رو در رو شده، قضیه رو فهمیده. قبل اینکه کمیسر چیزی به هم بگه اومده بود یه سلام علیکی بکنه. موضوع همین. نمیدونست خب از کجا باید میدونست با اون عوضی ما حرف زدیم. بگذاریم. شام دیشب واقعا خوب بود. آره، شب خوبی بود. درسته زینبم بود، ولی خب شب خوبی بود. گونه‌ای که ناراحتت نکرد نه؟ من باید برم تو، بعدم با هم حرف میزنیم. باشه، میبینمت. کجا بریم آبجی؟ میریم خونه. اون چیه؟ والا روزی که ببینم صورت هر دوتون میخنده پشتک میزنم. اون موقع رو یادت میدازم. ها یادم بنداز، ایشالله تو عروسیتون برقصم. تازه براتون میخونم. امشب شب رقصه، قصه دیگه بسه. امشب انگاری هر جا میری کوزهی داره با جمره میرقصه. اون شبی که میگن شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست. امشب مثل دیشب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست.